سلام، من محمد حسیبی هستم و امروز هفتم آذر ماه 1389 برابر است با 28 نوامبر 2010 میلادی. این برنامه همکنون صبح یک شنبه نه صبح به وقت لس آنجلس به طور زنده داره پخش میشه، ولی بازپخش آن در ساعت 9 امشب به وقت لس آنجلس خواهد بود و تا چند ساعت پس از اتمام این برنامه امروز روی سایت چباید کرد.com به صورت فقط صدا برای ایران و تصویر و صدا برای برون مرز قرار خواهد گرفت که عزیزانی که نیاز داشته باشند به آن مراجعه کنند، همیشه می توانند، برای اینکه اون آرشیو برای همیشه برای مدت مدید زیادی خواهد موند اونجا. برنامه امروز آقای دکتر ناصر زرافشان طبق صحبتی که در برنامه قبل اگر یادتون باشه کردیم در مورد قطعهایی است که معروف به قطعهای زنجیره‌ای شد، ولی دامنه آنها خیلی وسیع تر از اون قطعهایی است که اتفاق افتاد در آذر ماه. سپس با آقای دکتر پارسا بناب خواهیم بود در برنامه، در پایان برنامه، و گزارش مالی هم در پایان برنامه خدمت شما عزیزان، به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. هم اکنون به آقای ناصر زرافشان در ایران سلام می کنم و با تشکر از اینکه وقت خودشون رو در اختیار این برنامه قرار میدن هر هفته بسیار ممنونم و استدعا میکنم فرمایشات خودتون رو آقای دکتر زرافشان شروع بفرمایید. بنده با سلام خدمت حضرت عالی و خدمت هر همه هموطنان، همه کسانی که صدای ما رو میشنوند شروع میکنم. قرار بود به طور مستمر بحث‌هایی رو که راجع به جنبش اجتماعی و مبرمترین مؤلفه‌ها و عناصر ضروری یک جنبش اجتماعی در هفته‌های گذشته شروع کردیم دنبال کنیم و البته این کار رو خواهیم کرد. اما این ماه آذر و به خصوص نیمه اول این ماه روزهایی است که 12 سال پیش قتل‌های سیاسی که بعداً به قتل‌های زنجیره‌ای موسوم شد جامعه رو تکان داد و از اونجایی که در مورد این قتل‌ها هیچ وقت تماق و حق تحقیق و تعقیب و رسیدگی به عمل نیامد و دلائل و انگیزه ها و عاملان و عامران این قتل ها و همینطور قربانیان این قتل ها به طور کامل روشن و اعلان نشده است و از اونجایی که این قتل ها مثل یک زخم باز بر وجدان جامعه ماند و التیام پیدا نکرد، بلکه حتی به شکلهای دیگری هم تکرار شد، اگر که موافق باشید و اجازه بدهید جا دارد که امروز در سالگرد اون روزهای سیاه و به حرمت خون آن جان باختگان این برنامه رو به یادآوری و واکاوی اون ماجرا اختصاص بدیم. و خب در همون کیفیتی که قرارمون بود در زمینه مسائل مربوط به جنبش های اجتماعی تو هفته های آینده خدمتتون خواهیم. حتما، خیلی خوشحال میشم. نظام حاکم قتل های زنجیره ای رو جنایت های شناخت و اعلام کرد که مرتکبین اونها مستحق تعقیب و مجازاتند.
و اونها را تحت تعقیب قانونی هم قرار داد. بنابراین باید بتوان درباره آنچه جنایت و مستوجب تعقیب قانونی شناخته شده است به آزادی بحث و واکاوی کرد. اما همه می دانند این کار به این سادگی ممکن نیست و هر کس در این باره بحث جدی و کنجکاوی کرده گرفتار شد. اینجا یه تضادی هست که از همین اول کار موضوع رو پیچیده میکنه. خانم نام کلاین توی کتاب دکترین شوک میگه در توصیف وضعیتی که در نتیجه کشتارهای نظامیان کودتاچی در آرژانتین در دهه 70 به وجود اومده بود، آرژانتینی ها اصطلاحی دارند، می نویسه خودش همه آرژانتینی ها به طریقی شاهد سربنیز شدن هموطنان خودشون بودند، اما بیشتر مردم اظهار میکردن نمیدونن چه خبره، از چیزی خبر ندارن. جمله ای هست که آرژانتینی ها برای توصیف این تضاد توی اون سالها به کار میبردن، میگن ما از اون چه هیچ کس نمیتونه این کار کنه هیچ اطلاعی نداریم. اینجا هم وضعیتی پدید آمده بود که همه میدانستند و هیچ کس نمیدونست. همه میپرسیدن چیه ماجرا، در این حال تای ذهن همه هم اساس قضیه تقریبا روشن بود. اینم یه تضاد دیگه بود. خب از قدیم از دیرباز ترور و ارعاب برای آماده کردن شرایط برای اجرای سیاست هایی که ضد مردم بوده و احتمال مقاومت از ناحیه مردم در مقابل اون سیاست ها در زمان اجرای اون سیاست ها وجود داشته، ترور و ارعاب همان با اجرای چنین سیاست هایی یا پیش از اجرای اونها اعمال می شده. همیشه اینطوری بوده، چون جامعه‌ای که شوکه شده، جامعه مرعوب، جامعه ترس خورده رو که دست و پاش رو گم کرده مضطربه رو راحت تر میشه به راه قبر و تغییرات مورد نظر رو توش عملی کرد. اینو ارعاب باید باز و علنی باشه و تو چشم بزنید، چون منظور وحشت آفرینی است برای اینکه همه بدانند با چه شرایطی و با چه کسانی طرف هستند. اما علنی به قتل رسوندن قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، ضمن اینکه عمدن علنی انجام می‌شد، هدفش منحصراً همین ارعاب عمومی با قدرت نمایی علنی و به اصطلاح نسخ گرفتن خشک و خالی نبود و برنامه پشتش خوابیده بود که حالا توضیح خواهم داد خدمتتون. کشتار مخالفین قاعدتا و معمولا پنهانی صورت میگیره، چون ضمن این که هدف حذف فیزیکی و نابود کردن مخالفه، ضمناً حکومت هایی که فعالین مخالف خودشون رو میکشند سعی میکنند این کار رو به ترتیبی انجام بدن که قابل این کار هم باشه. ما از رسوایی و آثار اجتماعی منفی شونه خالی کنند. این قاعده عمومی و معمولی کاره، کاملا صحیح. بنابراین این سوال در مورد مسئله که حالا مورد بحث ماست، این سوال مطرح میشه که چرا مجید شریف فروهرها و مختاری پوینده رو علنی به قتل رسوندند. خب میدونید فروهرها توی خانه خودشون سلاخی شدند. مجید شریف رو در خیابان رو بودن به قتل رسوندند و جسدش هم انداختن تو خیابان. مختاری رو بعد از رو بودن در روز روشن بعد از اینکه به قتل رسوندن پشت کارخانه سیمان شهر ری جسدش رو رها کردن
و پوینده رو در بادامک شهریاف. کسانی که فروهرها را توی خونه خودشون به اون شکل فجیع کارت آجین کردند و به قتل رساندند و پوینده و مختاری رو توی روز روشن از توی خیابون رو بودند بردند و به قتل رساندند، به امکان رو هم حتما داشتند که اجساد اونها رو گم و گور کنند، چون اون کار با جسد بردن و گم و گور کردن به مراتب راحت تر از ربودن یه آدم زنده توی روز روشن و تو خیابونه. پس کاملا پیداست که عمدی در کار بود که این قتل‌ها علنی باشه و افکار عمومی رو به حرکت در بیاره و عکس العمل ایجاد کنه. چرا برخلاف روال عمومی اون وضعیتی که عموماً تو مخالف کشی ها میبینی که پنهانی عمل میکنن بعدم انکار میکنن زیرش میزنن و پرده پوشی میکنن، چرا بطلای زنجیره ای رو باز و علنی صورت دادن؟ تعمد برای علنی بودنش چیه؟ جواب اینه که اون جناح یا مجموعه ای که دست به این قتل ها زد برنامه ای مفصل از مفصل تر برنامه ای پیچیده تر از اینها داشت، صرف خود قتل ها نبود. قرار بود در بسیاری از شهرها و مراکز و استانهای دیگه هم کسانی که قتل اونها تو اون شهر یا تو اون منطقه بازتاب و سر و صدای بیشتری داشت برسند تا فضای رعب و ناامنی به شکل گسترده‌ای در واقع فراهم بشه و قرار بود از این فضای رعب و ناامنی به عنوان بستری مساعد برای برخی تحرکات و جابجایی‌های سیاسی استفاده بشه تا کسانی رو که بعضی مواضع حساس رو تو اون مقطع در دستگاه قدرت گرفته بودند با استفاده از فضایی که با این قتل‌ها ایجاد می‌شد و تحرکاتی که قرار بود تو اون فضا، اعتراضاتی که از ناحیه جامعه می‌شد و واکنش‌هایی که مردم در قبال این قتل‌ها صورت می‌دادن بستری رو فراهم می‌کرد که با تحرکاتی که قرار بود تو اون فضا صورت بگیره کسانی رو که در بعضی مواضع قدرت بودن کنار بذارن و جای اونها رو بگیرن. اما این طرح نیمه کاره و عقیم موند. حتی تیم‌هایی به شهرستان‌ها گسیل شدند، به برخی کسانی که در این لیست بودند، اون لیست به مراتب مفصل‌تر از 5-6 نفری بود که تو اون پرونده آفتابی شد قتلشون، به بعضی از کسانی که توی اون لیست بودند حتی آگاهی و هشدار داده شد از ناحیه بعضی چیزای رسمی که مراقب خودشون باشند، حتی برخی رو تحت محافظت و مراقبت قرار دادند تا وقتی که دستگاه مرکزی هدایت کننده این قتل‌ها متوقف و خونسا شد، برای اینکه در واقع در داخل دستگاه قدرت کسانی که این کشمکش بینشون بود هم دیگر رو میشناختن و کما بیش میدانستن که برنامه از چه قرار است. بنابراین در این جنایت ها من سربسته خدمتتون عرض کنم جان شهروندان وسیله رقابت های سیاسی و جنگ قدرت شده بود. عجیب. نکات بسیار مهمی رو عنوان فرمودید آقای دکتر، ولی من یادم میاد که اعلامیه رسمی که تقریبا دادن گفتند که این عوامل خودسر بودند و خودسرانه چنین کاری رو کردن، بنابراین این اعلامیه با آنچه که می‌فرمایید یک کمی زد و نقیزه. توضیحی در این مورد دارید؟ بله بله، بعد از خب یه مقداری تحولات این ورانور شدن رسماً اعلام شد تو بیانیه وزارت اطلاعات که بعضی عناصر خودسر این وزارت مرتکب این قتل ها شده هست. دستگاه مسئول اعلام کردن که این کار
گروهی از افراد خودسر بوده. اما آنچه عموما متهمان توی این پرونده دربارش بحث کرده بودن این بود که کاملا و علنی مخالف این موضع که در سطح جامعه تبلیغ شده بود و توضیحات مفصلی و از ناحیه همشون داده شده بود که این کارها به شیوه کاملا سازمانی صورت گرفته و حداقل دو تا معاونت و چند تا اداره کل اون تشکیلات تو این قتل‌ها درگیر بودند و در جریان اجرای این قتل‌ها تماس‌ها و هماهنگی‌ها و تقسیم کارهایی که صورت گرفته همگی به همان شیوه حاکم در فعالیت‌های رسمی و روزمره اون دستگاه و به پیروی از همان قواعد و دستورالعمل‌هایی صورت گرفته انجام شده که کار رسمی اون دستگاه صورت می‌گیرد و عموما مسئله رو به این صورت مطرح و دربارش استدلال و ازش دفاع کرده بودن که این یک سیاست کلان بود. حالا توی جزئیاتی نمیشه رفت ولی خب بسیاری پرینت کاریشون هم ارائه کرده بودن که ربایش رو حذف تو شرح وظایف ما بوده که بسیار پیش از این ابلاغ شده و این کار و در مورد دیگران در موارد به قبلی بسیار انجام شده و ایجام هیچ به هر حال از چارچوب سازمانی خارج نبوده. ما اون کاری رو کردیم که همیشه می کردیم. بنابراین آنچه که در پرونده این امر بود و یکی از دلایل خوب اعتراض ما همین بود که تحقیقات مفصل، حالا نمیشه وارد جزئیاتش شد و نه وقت هست و نه امکانش هست و از هیچ جهتی، ولی بسیار مفصل روی اینا بحث شده بود از ناحیه اون متهمین که این ماجرای کاملا رسمی کاملا و عرض کردم. خلاصه این قصه یک سیاست کلان بوده. در مورد این که تقریبا شهرت یافته که قطعهای زنجیری عبارت بودن از همون قطعهایی که شما به اسامی اشاره کردید و در نیمه اول آذر ماه انجام شده، گویا این برنامه یا برنامه دیگری باید گفت، نمیدونم کدوم یک، این قطعها بیش از این 4-5 نفر بوده و ادامه داشت و قبل از اون هم بود. در این مورد هم اگر ممکنه توضیح بفرمایید. من از خدمتون اولا عرض کردم که اون لیستی که قرار بود به هر حال اینها از این برن تا زمینه واکنشی در جامعه ایجاد بکنه و اون واکنش به عنوان بستر استفاده بشه برای بعضی برنامه های پیچیده تر بعدی، تعداد خیلی بیش از اینا بود و عرض کردم حتی کسانی رو بعد جناح رقیب کسانی رو گسیل کرد، رفتن شهرستان ها به اینها هشدار دادن، حتی کسانی رو گماردن که مراقب و محافظ اینها باشن تا در مرکز عصبی این حرکت خونسا بشه، فلج بشه و جلوش گرفته بشه. به علاوه قبل از اینها اون 4-5 قتل، یعنی قتل دکتر مجید شریف، فروهرها و مختاری و پوینده، در واقع 4-5 فقره بود که قضیه باش رو شد، علنی شد، قبل از اون شروع شده بود و تو لیست کسان دیگری هم بودن. در واقع این پرونده وقتی مطرح شد به طور رسمی برای رسیدگی از طول و عرض و ارتفاع از همه جا زدند تا در قالب 4 قتل خیابانی در بیاد. شب که صبح میشه تو این شهر 10 جسد پیدا میشه و طبعا خب یه روش های تکراری کلیشه‌ای همیشگی هست، این جسد باید شناسایی بشه، باید یه سری تحقیقاتی میشه که ببینن خانوادش بعد از مشخص شدن هویت مقتول ببینن خانوادش که روابطش چی بوده و اگر بتونن سرنخی پیدا بکنن راجع به قاتل یا قاتلین و دلائل قتل. خب قتل خیابانی معمولی و سر آخر به کیفیتی عمل کردن که مسائلی که تو پرونده اون پرونده ابتر زده شده بارها بار مورد دست برد قرار گرفته به کیفیتی بود که به 4 قتل معمولی رسیدگی میشه و
خب یه سری عاملین معلوم نبود کجا تحقیقات از یه جاهایی ما یه داستانی داریم تو پرونده های کیفری، کسانی که اهل به هر حال تو این زمینه اهل اطلاع هستن میدونن پرونده از یه مرحله به بعد برگ شماری میشه و اوراق و مخموم میشه. به اصطلاح عدلیه های قدیمی پشت نمره میکنن پرونده رو و کافی بود شما ببینید سه نوبت این پرونده تغییر کرده، شماره گذاری پشت برگه ها برگ شماریش تغییر کرده، یعنی دو بار سه بار خب این پرونده دستش محاضا مواردی بود که نشان میداد خیلی علنی تو عقاری رو اعترافات که کسان دیگری هم کشته شده اند و به غیر صریح. من تو همون مقطع خب یکی از دلایلی که مشکل پیدا شد این بود که با رئیس محکمه رفتم این رو بهشون نشون دادم، بهشون گفتم اولا اینا یه مش اقرار صریح به قتل کسانی غیر از این پنج نفری که الان مطرح هستند، این هم تکلیف قانونی قاضی تحقیق در امر اگر ضمن تحقیق راجع به یک جرمی تصادفاً به جرم یا جرائم دیگری برخورد کرد، مثلا ضمن تحقیق راجع به یه سرقتی به قتل برخورد میکنه، فورا مکلف به شروع رسیدگی به اون هست، حتی اطلاع به رئیس خودش دادستان رو هم باید قاضی که رسیدگی میکنه بعد بده، یعنی به محض اینکه جرائم دیگری مطرح شد آمد توی تحقیقات مکلف به رسیدگی است. اینها اقرار صریح به قتلهای سوای این پنج نفر، اون هم تکلیف قانونی، این هم وکالتنامه های بنده، سمت بنده، این پرونده ناقص رسیدگی هم نشده. ایشون گفتم خب میدونید با اون قانون ماده یک قانون اخیر و تصدیق دادگاه دستش بسته است و در چارچوبی که دادسرا پرونده رو بسته تو اون چارچوب مجبور حرکت بکنه، چون سازمان قضایی نیروی مسلح بود اون روز دادسرا داشت برخلاف دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی دادسرا داشت و پرونده رو دادسرا بسته. بنده بهشون عرض کردم که اون جای خودش، ولی صد بار اگر پرونده ناقص باشه و دلیل جدی داشته باشه دادگاه اختیار داره پرونده رو برای رفع نقص بفرسته پایین. بله. لایحه بنده اینم موارد نقص، اینم دلایلش. پرونده رفت پایین، اومد بدون اینکه کوچکترین اقدامی در این زمینه بشه و هیچ برگ جدید تحصیلی در زمینه اون قطعه‌های اضافه بشه آمد بالا و در همون مقطع ما فهمیدیم که به قول معروف این خانه ایست که سقف آن از قبل زده شده. بنابراین از عرض کردم طول و عرض و ارتفاع سر و دومش بریدند، نه عاملین، نه حتی عاملین محدود به اونهای بودند که به عقیده بنده توی اون جریان رسیدگی به اون شکلی که دیدید مطرح شدن پاشون اومد میدون، نه عاملین تو پرونده مطرح شد و نه قربانیان حتی منحصر به همون چند نفر بودن، همونطور که گفتی تعداد به مراتب بیشتر از اینها بود، ولی خب اون پرونده تصمیم گرفته شده بود که به اون کیفیت رسیدگی و جمع بشه و همین کار رو هم کردن و به قول یکی از مسئولینی که تو همون روزها بنده رو صدا کرد، یه مسئول بالایی توی یه دستگاه قضایی، گفتش که این میدان مینه، شما دارید رو میدان مین راه میدید، هر کسی خواست رابش بره و هر کسی مطرح میکرد که خب آشکار این نباید به هر صورت مشکل پیدا میکرد. به همین دلیل عرض کردم که این پرونده رسیدگی نشده و مثل یک زخم باز هنوز مانده و به هر حال روزی روزگاری باید مجددا بازش تکلیفش میشن بشه. خب آقای دکتر شما اشاره کردید به درستی که سوال بسیار هست، صحبت بسیار هست، ولی متاسفانه زمانش الان نیست. من هم سوالی از شما نمی کنم. ضمناً آقای خاتمی یادم میاد، چون من به ویژه در مورد این قطعا با آشنایی که با زنده یاد فروهر داشتم
بسیار کلن علاقمند بودم که به این جریان هر جا که خبری هست، اثری هست دنبال بکنم. آقای خاتمی هنگام ریاست جمهوریشون بود که این اتفاق افتاد و قول دادن. این رو شما هم تایید بفرمایید. چشم فتنه رو کور کنن. بله. این بود. بله. قول دادن به مردم که ظرف دو سال قول دادن که به زودی رسیدگی کنند. پس از دو سال وقتی که سوال شد از ایشان در یک جمع خبرنگاران که چه شد، ایشان گفتند که فقط هشت روز ایشان تعقیب کردند و بیش از این هم کاری نتوانستند بکنند. منتها خطای آقای خاتمی این بود که گذاشتن دو سال بعد گفتن هشت روز فقط تونستن دنبال بکنن این پرونده رو و همون موقع نگفتن. داستان بسیاره، سوال بسیاره و همچنین شما اشاره کردید کسی که کندوکاوی بخواد در این پرونده ها بکنه حسابش با کرام الکاتبینه و شما اولین کسی بودید که جریمه این کار رو به عنوان وکیل جمعی از آنها با 5 سال زندان رفتن خود دادید که میدونیم که در زندان هم به شما سوء قصد هم شد. داستان مفصله و امیدوارم که روزی بتوانیم این صحبت ها رو به طور کامل، این سوال ها رو از شما بکنیم و شما این صحبت ها رو با اطلاعات وسیعی که دارید و خواهید داشت باز بکنید. امیدوارم اون روز برسه. امیدوارم. به هر حال همونطور که فرمودید کلیت ماجرا همونیست که فرمودید. عقیده شخصی بنده این است که آقای خاتمی و دوستان هم فکر ایشان هم تا یه جایی این رو آمدن و وقتی که حس کردند که این قصه خیلی دورتر میره، به هر حال خودشونم ماهیت سیاسی اون مجموعه هم اجازه نمیداد که از اون فراتر برن و یه جایی تبدیل شدن به عامل تعدیل و در واقع بازدارنده. در هر صورت همونطور که گفتید این چیزی نیست که بشه باید فراموشش کرد و روزی روزگاری به هر حال این قصه باید باز بشه و بررسی بشه اونجوری که حقش هست. نمیدونم اینجا خوبه که یادی از زنده یاد مختاری هم من به عنوان میزبانش در شهر آستین بکنم که این مرد 4 روز مهمان من بود. بله. چه مردی که واقعا کنترل نمیتونم خودم بکنم که تأثیر خودم رو نشان ندم. بله. که کاش میتونست. بله. اعضای کانون نویسندگان رو دست چین شده زدند. متشکرم آقای دکتر. متشکرم. سپاسگزارم از لطفتون. آرزوی سلامتی برای شما و برای همچنین برای همه هموطنانی که صدامون رو میشن. تشکر. روز شما و شب شما خوش. عجب روزه کار. میبخشید هم میاد این مرد رو، این مختاری رو. ای کاش از نزدیک من ندیده بودم. ای کاش ندیده بودم. بسیار عذر میخوام از شما عزیزان. اجازه بدید مستقیم من برم سراغ آقای دکتر پارسا بناب گرامی. بگر و این وسیله بتونم فکر خودم رو دور کنم از عذر و اندوهی که در دل همه شما ها هست و در قلب من تا ابد هست، پایان عمر.
سلام آقای دکتر پارسا بناب گرامی، حال شما امیدوارم خوب باشه. میدونم که یکی از نزدیکان، یکی از دوستانتون که من هم آشنایی مختصری باش داشتم، در یکی دو روز گذشته در سن نسبتا جوان 60 و چند سالگی فوت کرد. تسلیت میگم به شما، به خاندانشون، به خانوادهشون تسلیت میگم، به یکی از دوستانی که واقعا انسان خوبی بود و در شهر شما و من هم ملاقات کرده بودم با ایشون، تسلیت میگم به شما. به هر صورت استدعا میکنم که در صورت امکان در مورد این چند جبهه جنگی که به نظر میرسه داره آغاز میشه، یا اگر هم به شکل پنهانی بوده الان داره رو میشه، یکی در کره، یکی به نظر میرسه همونطوری که رابرت فیسک در مقاله‌ای که روی سایت شباید کرد من گذاشتم نوشته، جبهه جنگ جدیدی در لبنان باز داره آغاز میشه. لطفاً در این موارد ما رو روشن کنید. خیلی از لطف شما من تشکر میکنم. مثل همیشه به تمام ایرانیان عزیز، دوستانی که به برنامه شما توجه دارن سلام عرض میکنم. هفته گذشته من اشاره کردم به سفر اوباما به کشورهای آسیا، بعدن کنفرانس سران کشورهای 20 و دوباره به کنفرانس کشورهای ناتو و روسیه و در آخر مطرح کردم که تمام این وقایع و این فعل انفعالات ارتباط نزدیکی دارند با بحران بزرگی که نظام جهانی باهاش روبروست و در واقع جهان را در شرایطی قرار داده که میشه از این جهان به عنوان امپراتوری آشوب ازش یاد کرد. آقای دکتر فرمودید که بحرانی که در جهان هست، اگر درست بگم این بحران عمدن ایجاد شده، درست عرض میکنم؟ خب این بحران دقیقا به خاطر اون فراملی ها یا اولیکوپولی های بزرگ صنایع مخصوصا در ارتباط با مراکز مالی یعنی بانک ها عمدتاً و صنایع بزرگ مثل نظامی و نظامیگری. خب اونها دقیقاً بلی، این بحران از درون بطن و متن خود این نظام جهانی سرمایه اومده بیرون، کاملا خودشون باعثی شدن و امروز در تنگنایی قرار گرفتن که حتی به نفع خودشون هم هر قدر میخوان یه برنامه هایی رو ببرن جلو، دیگه جلو این بحران رو نمیتونن بگیرن. در نتیجه باید وقایع ماهای آینده، هفته های آینده، روزهای آینده رو در متن و بطن این بحران مورد بررسی قرار بدیم. بحران شبه جزیره کره جدا از این مسئله نیست. آمریکا در کنفرانس سران کشورهای 20 متوجه شد که مثل سابق این کشورها 100% بدون قید و شرط هژمونی سلطه آمریکا را نمیپذیرند. یکی از این کشورهایی که امروز معروف شدن به کشورهای تازه ظهور کرده اقتصادی همون خود کره جنوبی است که در این کنفرانس جلوی آمریکا در ارتباط با در واقع پول رایج که ارتباط داشته با پول رایج چین در مقابل آمریکا ایستاد و این تمام اینها شما متوجه میشید بلا فاصله این جریان بحران شبه جزیره کره اومد که از یک سو یک نوع اعلام خطری بشه به چین و از سوی دیگه به خود همین هیئت حاکمه کره جنوبی که یک بار در عمرشون جرأت کردن که با آمریکا
لبنان برای نزدیک به 15 سال از 1975 تا 1990 یک جنگ بزرگی در لبنان اتفاق افتاد، جنگ بزرگ داخلی که یکی از طولانی ترین جنگ های داخلی در تاریخ معاصر بشر بود. شما اگر توجه کنید خواهید دید که آقای رابرت فیسک هم به این شمارها اشاره می کنید که به غیر از این که چقدر این جنگ ها انسان های زیادی رو تلف می کنن و از بین می برن، زندگی و شهرها و روستاهای این کشورها را مثل افغانستان، مثل عراق و خود لبنان در سومالی از بین میبرن، در واقع بی امنی وحشتناکی رو هم در سراسر این مناطق به وجود میارن. اینها تلفات انسانی است که همراه با بی امنیه. ولی آقای رابرت فیسک به درستی اشاره، بعد از اینکه به این اقیانوسی از خون اشاره میکنه، بعدن اشاره میکنه که چقدر این جنگ ها که اتفاق میفتن به این اولیگوپولی های انحصاری مالی یا فراملی ها چقدر پول و سود میاره. یعنی آقای رابرت فیسک در شماره شنبه 27 نوامبر سال 2010، یعنی دو روز قبل، در روزنامه ایندیپندنت این مقاله رو از خود بیروت که زندگی میکنه گزارشش رو فرستاده و در روزنامه ایندیپندنت چاپ شده، چاپ کردن. آقای دکتر، این مقاله شما به ارقام، در واقع با ارقامی روبرو میشید که این ارقام، این اعداد وحشتناکن. مثلا جنگ آمریکا علیه صدام در سالهای 90 و 91 که در واقع همون جنگ اول خلیج فارس بود، بله، به کشورهای عربی 84 میلیارد دلار در واقع خرج شد. هزینه این جنگ 84 میلیارد دلار به کشورهای عربی بود، مشخصا به عربستان سعودی. و این مقاله آقای رابرت فیسک به درستی میگن که در هزینه تمام این جنگ ها به عهده دو بخشه. بخش اول کشورهای پیرامونی جهان سومه، بسته به اینکه این جنگ در کجا اتفاق میفته. اگر جنگ لبنان دوباره آغاز بشه که احتمالش رو آقای رابرت فیسک زده که احتمال داره این جنگ آغاز بشه، به دو منبع کمک میکنه. یعنی یکی این که این کشورهای خود دولتهای عربی میان هزینه این جنگ ها را آمریکا میدن، آمریکا نمیره اونجا جنگ بکنه، 80% هزینه جنگیش را از این کشورها، از این دولتهای میگیره که طرفدار آمریکا هستن، مثل عربستان سعودی، مثل کویت. 84 میلیارد دلار جنگ آمریکا علیه صدام هزینه داشت برای دولت‌ها و کشورهای عربی، و 28 میلیارد دلار عربستان سعودی به صدام کمک کرد در جنگ علیه ایران، و 620 میلیارد دلار وقتی که صدام به کویت حمله کرد و آمریکا دوباره برگشت صدام و نیروهای نظامی عراق رو از کویت بیرون کرد، 620 میلیارد دلار کشورها و دولت‌های عربی هزینه این جنگ رو به عهده گرفتن، یعنی دادن به کمپانی‌های بزرگ نفتی و کمپانی‌های بزرگ اسلحه‌سازی در آمریکا. تمام این اعداد و ارقام و آمارها را آقای رابرت فیسک در همین شماره 27 نوامبر سال 2010 روزنامه ایندیپندنت صاحب لندن میده و به اونجا اشاره میکنه که یک مورخ بزرگ بسیار بسیار با تجربه و یک مورخ بسیار مترک
پپه. بله لیلان پپه. ایشون میگه که از سال 1949 تا کنون آمریکا 100 میلیارد دلار به اسرائیل در واقع پول داده که اسرائیل اسلحه بسازه، نیروهای نظامی و نظامیگری خودشو تقویت بکنه. آقای دکتر خیلی جالبه. آقای دکتر بله 100 بیلیون با ب 100 میلیارد میشه دیگه، درسته؟ بله بله 100 بیلیون. بله 100 دلار نه میلیون، بله 100 میلیارد. بله بفرمایید ادامه بدید. بله هر شب که اون وقت خود همین رابرت فیسک اشاره میکنه با کمک بعضی از نویسندگان مترقی اروپایی که اینها یک کتابچه رو از شهر مومبای که این کتاب چاپ شهر مومبای یعنی همون بامبئی در هندوستان، در این کتابچه نوشته شده با تحقیقات زیاد که نزدیک به 12 تریلیون دلار، تریلیون یعنی 12 میلیون دلار تا در جنگ های اخیر خاورمیانه در کل کشورهای خاورمیانه دولت هایشون به این اندازه با کمک آمریکا 12 تریلیون دلار از سال 1991 تا کنون. بله بله خرج کردن برای این تسلیحات نظامی که خود شما حتما اطلاع دارید که نزدیک به 3.5 ماه قبل آمریکا 70 میلیارد دلار اسلحه به عربستان سعودی فروخت. بله اینی که حمله احتمالی هم اسرائیل به لبنان هم جنگ داخلی در لبنان به صورت وحشتناکی برای دو نوع مردم هزینه بزرگی سرسام‌آوری وارد خواهد ساخت. این هزینه ها یکیش متوجه مردم اون مناطق خواهد شد که دولت هاشون این هزینه ها را میپذیرند به خاطر وابستگی هایشون به نظام جهانی سرمایه، یکیش هم خود مردم آمریکا که مالیات میدن دولت آمریکا هزینه اقلا 20% این جنگ ها را که به عهده میگیره از مردم آمریکا که شب و روز در این شرایط مشقت بار کار میکنن مالیات میدن به دولت آمریکا، دولت آمریکا این مالیات مردم رو میذاره و دولتی مثل اسرائیل رو مسلح میکنه و این اسرائیل در 6 روز در 3 هفته میره کشوری مثل لبنان رو زیر رو میکنه. یعنی اون چیزی که در لبنان ساخته شده بود در عرض چند روز و چند هفته از بین تمام این ساختمان ها و شهرها و پل ها و فرودگاه ها و دانشگاه ها رو منفجر میکنه، از بین میبره. دوباره مردم لبنان میان با کمک کشورهای اروپایی این ساختمان ها رو درست میکنن که در عرض این 3 سال گذشته بعد از سال جنگ سال 2006 به این سو این ساختمان ها را این پل ها را این فرودگاه ها را درست میکنن. یعنی خیلی جالبه که بیچاره مردم آمریکا باید مردم اون کشورها این پول ها را میدن که دولتی مثل دولت اسرائیل بیاد تمام این کشورها را زیر رو بکنه که لبنان رو در سال 2006 انجام داد و بعدن مردم اروپا پول میدن این ساختمان ها رو دوباره درست میکنن که در لبنان اخیراً اینجوری شده در از این 3 سال گذشته اکثر پول ها اکثر ساختمان ها را با پول مردم اروپا کارگران و زحمتکشان اروپا که مالیات میدن به کشورهایشون اینا میان این ساختمان ها را دوباره درست میکنن، بعدن دوباره یک جنگ داخلی اتفاق میفته یا دوباره اسرائیل به لبنان حمله میکنه و شما میبینید که دوباره این ساختمان ها و این پل ها و این
مردم اون کشورها در واقع به دوش اونها میفته. آقای دکتر اینجا بی مناسبت نیست که بنده عرض کنم که یک مقاله ناقابلی نوشته بودم من چندی پیش، هنوز روی صفحه اول سایت چه باید کرد هست، در مورد اون پاراگرافی از کتاب آقای مایکل لدین که در مورد تخریب سازنده صحبت شده بود، درسته؟ بله بله، تخریب دستراکشن، کریتیو دستراکشن، کریتیویتی یا به اصطلاح سازندگی این همه خرابی ها به قیمت جان مردم و به قیمت پول و ثروت مردم در جهان داره میره توی جیب چند شرکت که اینها اسلحه سازی و یا شرکت هایی که در وال استریت هستن این روزها و برخلاف آن که اقتصاد جهان داره رو به واقعا نابودی میره، همونطوری که میبینید استاک ها در وال استریت میره بالا. این سوالی است، باید یک فرد اقتصاددان بیاد و بگه که چگونه است که جهان اقتصادش رو به نابودی داره میره و مردم امریکا، مردم اروپا، مردم همه کشورها رو به نابودی دارن میرن، ولی سهام در بازار سهام، سهام این شرکت های بزرگ داره میره بالا، سر نخه. شما اگر توجه بکنید مهندس، اگر در لبنان جنگ آغاز بشه، این فقط به 2% جمعیت دنیا را در رفاه و نعمت فرو میبره، رفاه و نعمت بیشتر. این 2% جمعیت در کل کشورهای جهان از آمریکا گرفته تا ایران، 2% این جمعیت از این جنگ ها شدیدا نفع میبرند، سود میبرند و انباشت سرمایه میکنند. شما توجه کنید که اگر جنگی در لبنان اتفاق بیفته، درسته که بزرگترین صدمه رو مردم کشورهای عربی خواهند خورد که دولت‌هاشون دوباره این هزینه های جنگی رو پذیرا خواهند بود، در ضمن مالیات دهندگان کارگران و زحمتکشان آمریکا هم اون 20% بقیه رو خواهند داد، ولی در مقابلش چی ها میبرن؟ گوپولی های مالی در آمریکا که به شما به درستی اشاره کردید، سهام اینها میره بالا در وال استریت و به ثروتشون اضافه میشه، در ناز و نعمت بیشتری زندگی میکنن، به اضافه اون معامله گران و تاجران اسلحه در داخل چین و در داخل ایران. شما توجه کنید تمام این پولایی که مردم لبنان و مردم کشورهای عربی به این جنگ خواهند داد، در واقع این هزینه‌ای که به وجود خواهد اومد، یه بخش خیلی کوچکشون هم البته میره به چی؟ به این دلالان اصلی نظامی و دلالان اصلی ایرانی و چینی، منتها اولیگوپولی های مالی و نظامی آمریکا، یعنی این فراملی های بزرگ، کمپانی های بزرگ فراملی آمریکا، بزرگترین سودو از این جنگ میبرند. از شما ممنونم آقای دکتر. به درستی مقاله خودشو به دو بخش تقسیم کرده، اقیانوسی پر از خون و اقیانوسی پر از سود و انباشت سرمایه. بله، این خونها ریخته میشه، در مقابل اون به صورت بسیار بسیار ساده ای شما اینو مطرح کردید که قیمت سهام ها در بازارهای جهانی میره بالا به نفع اون 2% جمعیتی که 98% در واقع ظلم میبینن، شکنجه میبینن، بی امنی میبینن، آشوب در جهان، ولی
دکتر، اکاش بیشتر وقت داشتیم ولی وقت نداریم. امیدوارم با همراهی هم میهنان وقت برنامه اضافه بشه تا مسائل رو این گونه سرسری ازش نگذریم. واقعا بحثی که شما آغاز کردید و رابرت فیسک در این مقاله، که من این رو هم میهنان، مقاله رابرت فیسک یک صفحه و نیم بیشتر نیست، بسیار مقاله مهمیه. به همین مناسبت مقاله شماره 29 انگلیسی در سایت چه باید کرد رو ملاحظه بفرمایید. اگر انگلیسیتون هم کمی مثل من خوب نیست، این رو با هر وضعی هست بخوانید، با دیکشنری استفاده کنید، بخوانید همونطوری که من کردم و ببینید که یکی از دلایل این جنگ ها چه بوده. این مقاله همونطور که عرض کردم مقاله 29 انگلیسی در سایت چه باید کرد الان وجود داره. از لطف شما ممنونم آقای دکتر. تا هفته آینده با شما بدرود میگم. روز شما خوش در واشنگتن و به امید صحبت آینده. شب روز شما بخیر. متشکرم آقای دکتر. خب همیانان گرامی، دقیقه رو میخوام راجع به یک تلفنی که از یکی از همیانان داشتم کمی صحبت بکنم. جا داشت که خیلی صحبت بکنم در این مورد، اما وقت نداریم، طول برنامه، زمان برنامه کمه. عرضم به حضورتون یکی از همیانان که آشنایی تلفنی با هم سالهاست داریم و کمک هایی هم گاهی به برنامه ما کمک های مادی میکنه، یک کمک معنوی کرد این بار. همین است که من عرض میکنم که کمک های شما فقط کمک مادی نباید باشه، کمک معنوی هم باش. ایشان آمد به من تلفن کرد و گفت که حسیبی، تو میگی که دائم داری میگی که از نظر مالی پول این برنامه رو اگر هم میهنان تأمین بکنن که تا کنون نکردند، اون وقت تو قراره که کارهای دیگری بکنی و دائم میگی پاتو فراتر خواهی گذاشت از داشتن یک برنامه تلویزیونی. که این حرف رو من گفتم و خواهم گفت باز هم که زمانی که این برنامه تأمین شد از نظر مالی پا رو فراتر خواهیم گذاشت، باید کار دیگری بکنی. ایشون در این تلفن میگفت که خب چرا نمیای پیشا پیش بگی که کاری که میخوای بکنی چیست، که مردم اگر ببینن که کاری که تو داری میکنی موافقن باش، کار خوبیه، اون وقت کمک مالی میکنن. گفتم منطقت با عقل جور در میاد، آفرین شما و خیلی ممنونم که این صحبت رو با من کردید. حالا گرچه امروز باید گزارش مالی هم بدم و وقت نیست، ولی به شما قول میدم همیهنان که هفته آینده امیدوارم وقتی رو تخصیص بدم به این که عرض بکنم این که بنده میگم که لطفاً هزینه این برنامه رو تأمین بفرمایید. همیانان گرامی، با $5 با $10 تأمین بکنید تا ما بتونیم پا رو فراتر بذاریم. اگر یک روزنامه‌نگار جلوی شما نشسته بود، یعنی من، اگر یک خبرنگار جلوی شما نشسته بود، یعنی من، اون وقت میشه گفت که میتونستید بگید که خب این هم یکی از برنامه هاست، حالا یا خوب یا بد، ولی یکی از برنامه هاست که این داره مطابق شغل و حرفش، این حسیبی داره این کار رو هفته یه ساعت میکنه. اما این نیست عزیزان، این نیست، نه حرفه من این بوده، همونطوری که میبینید نه زبان درستی برای صحبت کردن دارم و لکنت داره زبانم، کار من این نیست. این برنامه رو درست کرده بودیم از 5-6 سال پیش و هنوز به اون هدف نرسیدیم که بتوانیم
پامونو از حد اجرای برنامه فراتر بگذاریم. در مورد اینکه اگر هزینش تأمین بشه چگونه پا رو فراتر خواهیم گذاشت و چه خواهیم کرد، در برنامه آینده با شما صحبت خواهم کرد عزیزان. ولی شما مطمئن باشید که کاری که پیشنهاد میکنم و قرار هست بکنیم که من نمیکنم، حالا بهتون عرض خواهم کرد، برای اینکه زمان خوشبختانه باید بگم زمان داشتن رهبر حتی در حزب، نه در کشور، حتی در یک حزب، رهبر دیگه معنا نداره عزیزان. همکنون با اطلاعاتی که هر چقدر بخوان جلوشو بگیرن به دست و گوش همه شما عزیزان و ما میرسه، دیگه مسئله رهبری کاریزماتیک چه در حزب، چه در محله، چه در شهر، چه در کوچه، چه در کل مملکت ایران ما گذشته عزیزان. یکی از دلایلی که چه خوبه که اینطور نیست، برای اینکه وقتی که یک رهبر کاریزماتیک مثل زنده یاد دکتر محمد مصدق و زنده یاد دکتر فاطمی وجود داشته باشه، همانطوری که دیدیم چگونه یکی رو کشتن و دیگری رو به زندان انداختن، با کودتای تعطیل کردن، تموم شد رفت. این یکی از محاسن اینه که باید تبریک گفت به خودمون که دیگه رهبری کاریزماتیک نمیخوایم، نه لزومی داره، نه باید داشته باشیم. هر یک از ما باید اطلاعات ما چنان باشه که نتوانن یکی از ما رو بگیرن به نام رهبر کاریزماتیک و بکشن یا در زندان بندازن و سر و صدا رو بخوابونن و تنگوشه بره. نه، اینطوری نیست، خوشبختانه اینطوری نیست. حالا در برنامه آینده همونطوری که گفتم توضیح بیشتر خواهم داد و در مورد برنامه‌ای که در سر دارم و در ذهن دارم عرض خواهم کرد. البته من این برنامه رو تنها در ذهن ندارم، دوستانی که در این برنامه گرده هم هستیم و تا حالا صدای ما رو شنیدید، همگان از آقای دکتر پارسا بناب بگیرید تا آقای دکتر زرفشان بگیرید تا آقای دوست عزیزم دکتر قریشی که هفته پیش چند دقیقه صحبت کردن بگیرید، اینها همه آرزوشون اینه که این برنامه تأمین مالی بشه تا بتونیم ما برنامه آینده رو با هم آغاز کنیم به اتفاق شما عزیزان. خب دیر شد، وقت گذشت، اجازه بدید من به سرعت در مورد هزینه ها و مخارج برنامه صحبت بکنم. همونطوری که یادتون هست از ماه گذشته 1750 دلار ما کسر بودجه داشتیم. حالا در این ماه آقای دکتر قریشی از بروکلین ماساچوست 400 دلار لطف کردن فرستادن و ایشان باعث شدن که یک دوست دیگری که در بلژیک دارن، ایشان هم 250 دلار که برای یک سال گفتن، برای یک سال به جای اینکه ماهی 20 دلار بدن 250 دلار دادن از بلژیک، یا ببخشید از نروژ، حالا اشتباه ممکنه من بکنم، به هر صورت در یکی از شهرهای ممالک اروپا، یکی از شهرهای اروپا، دوست آقای دکتر قریشی باعث شدن آقای دکتر قریشی که ایشان هم 250 دلار به برنامه کمک بکنه. از اسلو نروژ 30 دلار به وسیله پیپال، از سامت پوینت وست ویرجینیا 30 دلار به وسیله پیپال، از تورنتو آنتاریو 10 دلار به وسیله پیپال، یک آقای دیگری 20 دلار به وسیله پیپال، و مشخصا نوشتن در این پیغامی که
20 دلار رو فرستادن نوشتن با بعضی از نظرات من مخالفند، ولی با وجود این کمک میکنن 20 دلار به این برنامه. زنده باشن، درود به یه همچه طرز تفکری عزیزان. از ویترشتات، اگه درست تلفظ بکنم، ویترشتات جرمنی